سلام به همه شما دوستان گل و گلابی، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خیلی خوش اومدید به این ویدیو و مرسی که این ویدیو رو برای دیدن انتخاب کردید. توی این ویدیو میخوام بهتون درباره پرطرفدارترین گروه های کی‌پاپ بگم. همونطور که میدونید سبک کی‌پاپ از کره اومده و به تازگی خیلی این سبک طرفدار پیدا کرده و رکوردهای عجیبی هم به جا گذاشته. تا آخر این ویدیو همراه من باش تا بهت بگم کدوم گروه های کی‌پاپی از همه بیشتر طرفدار دارن. گروه اول در این لیست گروه BTS که فکر میکنم همه تون میشناسید. این گروه از 7 نفر تشکیل شده و در سال 2013 شروع به کار کرد. این گروه معروفترین گروه شناخته شده در جهان هستند. این گروه کره ای اجراها و تورهای زیادی را در سراسر جهان برگزار کرده و با استقبال زیادی هم روبرو شده. گروه BTS در اینستاگرام 70 میلیون دنبال کننده داره. میرسیم به گروه بلک پینک، گروهی که از 4 دختر تشکیل شده و این گروه هم خیلی زود تونست جایگاه خودش رو بین مردم پیدا کنه. این گروه در اینستاگرام 51 میلیون فالوور داره، ولی نکته عجیبش اینجاست که هر کدوم از خوانندگان این گروه دنبال کنندگان بیشتری نسبت به پیج این گروه دارن. گروه بعدی گروه توایسه با 27 میلیون فالوور و همکاری با خواننده های همچون آریانا گرانده راه خود را برای ورود به بازارهای جهانی هموار کرد. گروه توایس از 9 دختر کره‌ای تشکیل شده و این گروه کار خود را در سال 2015 آغاز کرد. خب اگه تا اینجا از این ویدیو خوشتون اومد، ممنون میشم که دکمه لایک رو بزنی و بریم سراغ ادامه ویدیو. گروه بعدی گروه ایتسیه. این گروه تازه کار از 5 دختر تشکیل شده. این گروه در سال 2019 شروع به کار کرده. گروه ایتسی سر و صدای زیادی رو بین گروه های جدید کی‌پاپ به پا کرده و برترین گروه موسیقی کی‌پاپ نسل جدید در جهانه. این گروه هم توی اینستاگرام 18 میلیون فالوور داره. گروه اکسو یا اکسو از 8 پسر تشکیل شده و در سال 2011 این گروه تکمیل شد و شروع به کار کرد. این گروه هم جوایز زیادی در داخل و خارج از کشور کره گرفته است و راه خود را به بازارهای جهانی باز کرد. گروه اکسو هم 10 میلیون دنبال کننده داره. مرسی از همتون که تا الان ما رو حمایت کردید و این ویدیو رو تماشا کردید و امیدوارم که از ویدیو خوشتون اومده باشه. پس اگه از ویدیو خوشتون اومد، ممنون میشم که چنل ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنار سابسکرایب هم بزنید. ممنونم از همتون. پس تا ویدیوهای بعدی، فعلا.